خوب باشه خیلی ممنون که تشریف ها بردید تو این جلسه مایدونم که جلسه خوبی باشه دوستانی که میخوان فقط پرسش رو انجام بدن و یا سوالی دارن حتما در نظر داشته باشن که دوربینشون روشن باشه وقتی که میخوان سوال رو انجام بدن و بعد از اینکه سوالشون تموم شد دوربینشون رو ببندن من البته با اجازه کمکتون هم میکنم ولی اگه دیدید که دوربینتون بسته شد یا حالا به حال براتون اومدش در نظر داشته باشید بابکشان جان اگر میخواید شما حالا اون صفحه پریزنتشن هم چرا هوا گرم شده آره خود اینا خود کانادایی بهش میگن ایندیان سامر این تابستون ساخت شده این آخرهای پاییز معمولا گرم میشه من میخواستم رو یوتیوب هم برم با اجازه ولی اشکال نره من حالا خ... آه. 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 من بعد هم کنم اوک بسیار خوب سلام به همه منم بابک بابایی هستم پروفیشن انجینرینگ از اونتاریو امروز اه، یکم خواستم حالت اینتراکشن باشه زیاد حالا پاورپوینتی جلو نمیریم هر جا سوالی دارین استاپمون کنیم چهار پنج تا اسلاید کلیه درباره پروسسش و اینکه ما چجوری میتونیم کمکتون کنیم تو مؤسسه فناوران تو تمام مراحلش از اول تا آخر اینکه ان شاءالله پنجتون رو بگیریم صدا فس... که میاد صدا تصویر همیشه خوبه آره صدا تو میشه بسیار خوب دوستان اگر کنن؟ تو چت مثلا فقط بگن که او چه استانی هستن یکم کمک میکنه که ما بحثا رو دایرکت کنیم به سمت اون استان بیشتر بسیار خوب خب. میخوای بابک بگیم هر کس دوستان یه معرفی کوتاهی از آره. خودشون داشته باشن اگه میخوای بگم، بگم، آره. آره میخوای پس این قسمت رو ضبط شدارش رو قطع بکنیم آره. فقط... که فقط همون سوالش بمونه آره خودش رو راحت تر بتونن با معرفی بکنم بکنیم آره. Uh, من با اجازه شروع بکنم بسی... بسیار خوب دوستان خیلی خیلی ممنون مرسی از همه که تشریف آوردید. امیدوارم که جلسه خوبی باشه تو the پوینت و دقیقا سریع بتونیم سوالاتون رو جواب بدیم امروز در مورد چند تا قسمت صحبت میکنم یکی در مورد پی اینج پراسسی کچلو کلی صحبت میکنیم البته همجور که میدونید با چندین ویدیو دیگه توی یوتیوب فناوران درست کردیم که در مورد کل فرایند پی قدم به قدمش صحبت شده در مورد انجینیرینگ ریکورد ها و چجوری اکسپریانس های مهندسیتون رو بنویسید توضیح میدیم اینکه فناوران چجوری میتونه به شما کمک بکنه حتما توضیح میدیم یه سری سوالاتی هم هستش که در کل در مورد امتحان ان دارید اونا رو هم تا اونجا که خودمون میدونیم جواب بدیم بعدش اگر که سوالی باقی دیدید موضوعی هستش که میخواد خودتون مطرح بکنید تریبون آزاد هستش شما میتونید سوالاتون رو بپرسید و ان ما اگر که بتونیم جواباتون رو بدیم بابک چون برو اسلاید بعدی خب همونجور که حالا من و بابک رو حالا امیدوارم که بشناسید ما به عنوان مؤسسین فناوران دو تا اون انجینیر هستیم حالا من پرکتیس مهندسی رو دیگه از سال 2020 دیگه گذاشتم کنار بابک هم همینطور دیگه درسته بابک تو هم از همون 2020 گذاشتیم دیگه, دیگه. دیگه بیشتر روی بزنس های خودمون کار میکنیم ولی خب فناوران رو به عنوان یک خانه ای برای ایرانیان درست کردیم که حالا مخصوصا بچه های فنی مهندسی کسی که از ایران میان چون به حال ما خودمونم تا اینکه راجارمون رو بتونیم پیدا بکنیم و بتونیم به اون مسیر درست بیفتیم و بدونیم دقیقت توی اینداستری انجینیرینگ توی کانادا چجوری اصلا ارگان ها کار میکنن سختی زیادی کشیم فناوران رو اصلا برای این درست کردیم که بتونیم به کسانی که مثلا نیو امیگرانت ها بتونیم کمک بکنیم که بتونن توی مسیر شغلیشون موفق بشن بابک حالا اگر که میخوای چیزی هم فکر میکنید بعد خودت بگی خودت بیا به پر وسط حرفای من آه. آره دیگه زیاد داره در باره خودمون هم خواستم صحبت کنم ولی فقط خواستم همین بگم که مثلا من خودم تقریبا در بالای ده سال پی ان پینج پی ان مثلا اونتاریو بودم آلبرتا بودم بی سی بودم نوازکوشی، جای مختلف بودم حالا یکی دو سال کار مهندسی نمی کنیم ولی با پروسه و ایناش آشناییم و میدونیم چجوری بچه رو کمک کنیم اگه لازم بود بس بسیار خب. توی فناوران همونجور که من عرض کردم خدمتون چون ما خودمون هم مثل شما نیو خودمون یعنی امیگرانت بودیم و دیدیم که نیو امیگرانت ها مخصوصا با اون هزینه های سنگین میان چه مشکلاتی رو پیدا میکنن و اون سعی و خطاهایی که در حقیقت اتفاق میفته تو مسیر زندگیتون تا بتونید مسیر درست رو پیدا بکنید چقدر میتونه دمج بزنه به خودتون و خانوادتون هم فاینانشیالی هم از نظر به حال منتالی اذیت میشید به حال آدم باید استراگل بکنه تا بتونه مسیرش رو پیدا بکنه خیلی فناوران رو سعی کردیم توی اون جهت برای بچه های معماری مهندسی و دوستانی که حالا تو رده های یعنی کار میکنن و مدیریت پروژه کار میکنن در حقیقت بتونیم تیلور بکنیم و انواع و اقسام وبینارها و در حقیقت سمینارها و دورهای آموزشی و برگزار بغ... میکنیم همچون که خودتون دیدید حالا به وبسایت فناوران دات یا میتونید رجوع بکنید حالا اینم یه سری از عکس دوستانی هستش که تو کلاس های پی ام پیه ما شرکت کردن ما معمولا قیمت کورس همون. خب حالا با توجه به کوالیتی و در زمانی که میذاریم خیلی وقتا تا یک بیستم قیمتی هستش که در حقیقت توی در حقیقت مارکت ادوکیشن کانادا باید اونا رو به دست بیارید پس من خودم یه دوره 7500 دلاره فقط برای اچ تو این اپیک ترینینگ دادم یه دوره 3500 دلاره برای در حقیقت ترنینگ های انرژی مدلینگ دادم ولی همون مثلا دوره انرژی مادلینگ رو با حدود کمتر از 200 دلار داریم برای فناوران برگزار میکنیم فهم خواستم بدم یه مد نظر داشته باشید دوره رو خیلی شورت سویت کردیم بیشتر رو افوردبلیتی خیلی فکر کردیم ولی بازم اگر که دوستان حالا در کل تو گروه هایی که هستید اگر که دوره مد نظرتون بود احساس کردید که دوره میتونه به شما کمک بکنه حتما به ما بگید ما سعی میکنیم متخصصش رو پیدا بکنیم و با توجه به بستری که فراهم کردیم حالا چه خودتون چه دوستانی که حالا متخصص هستن رو دعوت میکنیم تا ان بتونن اون قسمت ها رو درس بدن بسیار اولین قسمتی که اولین سوالی که خیلی ها میپرسن و من خیلی دوست دارم که روی این قسمت حتما خیلی مانو بدم در مورد ای آی تی و پی انچ هستش بیشتر ما بعد از اینکه وارد خاک کانادا میشیم خب اکثرمون بیش از سه سال سابقه کار داشتیم توی ایران و سابقه کار مهندسی توی ایران داشتیم وقتی که میایم اینجا خب حالا میخوایم برای پینج که اقدام بکنیم اگر یک زب بریم برای پینج مشکلی که پیدا میکنیم اینه که توی این مسیر برای پیدا کردن یک سال کنیدین اکسپریانس که برای پینج خیلی احتیاج هستش دچار مشکل میشیم ای آی تی در حقیقت حلقه گم شده شماست من به همه دوستانی که توی مسیر پینج و در حقیقت پروفشنال انجینیر شدن توی کانادا دارن قدم برمیدن حتما توصیه میکنم که ای بشید چون ای شدن به رزومتون به اون برند و اسمتون بعد از اینکه بعد از اسمتون میشینه توی بالای رزومتون کمک میکنه که کارفرمای کانادایی به شما بیشتر اطمینان بکنه راحتتر تو محیط های دقیقت جذب بشید و بتونید اون یک سال کندین اکسپرینستون رو بگیرید که ایشالله بتونید پی بشید پس یادتون باشه اکثرا این روز سوال میپرسن میگن خب ما میخوایم پی بشیم یک سال کندین اکسپرینس نداریم وقتی میخوایم اون یک سال کندین اکسپرینس رو بگیریم به میگن که پی ندارید خب این یه مثل مرغ و تخم مرغ میشه اینو چیکار بکنیم راه حلش با ای, آی تیه. اگر ای, آی تی بشید هر دو تا قضیه فولفیل میشه اینکه چه کسانی میتونن ای آی بشن فقط با داشتن یه دونه لیسانس مهندسی میتونید اپلای بکنید واسه ای آی اگر که سابقه کاریتون بالای پنج سال باشه اداره مهندسی استانتون ازتون درخواست میکنه که سابقه کاریتون رو بنویسید اگر سابقه کاریتون رو بتویید توی کتگوری هایی که حالا مهندس بابایی حتما توضیح میدن بنویسید کامل خیلی خیلی بهتون کمک میکنه که کورس کمتر بخورید و ایشالا تو اینترویو ها بتونید موفق بشید و اینکه اگر که در بهترین شرایط مثل شرایط که برای من شخصا اتفاق افتاد نه کورس بخورید نه اینترویو و یه ضرب کامل همه رو ویو بکنید و یه دفعه برید با امتحان NPP که National Professional Practice Exam هستش که امتحان Law و Ethics هستش مهندسی نمیخواد میخواد شما پاسه. آره اینا رو واسه اینکه مدرک پی ان دیزیگنیشن هم پروفشنال انجینیرینگ حالا هر استانی که هستید بگیرین یه چهار تا شرط اصلی داره که این ریکروتمنت ها رو اگر پروسه رو شروع نکردین چرا داشته نباشید uh, اولیش که حالا یه میگه گود کاراکتر داشته باشید که اینو همه دارن چیز که برای من نیست فقط چیزای مثلا بک گراوند چک میکنن یه چیزی که میخواد از شما این اکادمیک ریکوایرمنت هاست که یه مدرک لیسانسی از ایران اگر داشته باشین یا مدرک مستری از اینجا داشته باشین خب کمک میکنه که بعد مهندسی باشه حتما بعد یه تست MPP هست که باید پاس کنین که تست لا و که ما این حالا جلوتر بهشه کم بیشتر اشاره میکنم که این امتحان رو باید بدین و مهمترینش هم که اون اکسپرینس هایی که باید داشته باشین کلا میگن چهار سال مینیموم باید شما سابقه کار داشته باشید یک سالش حتی باید تو کانادا باشه حالا دوستانی که از ایران میان تو ایران هم کار کردن سه سال ایرانتون رو میتونن حساب کنن ولی یه سال اینجا هم لازم دارین که پروف کنین که تو کانادا زیر نظر یه پی کار کرده باشید که این چهار سالتون رو اوکی بدن شما بتونین پروسه پی انجتون رو ادامه بدین و اون دیزیگنیشن آخرش باشید. مهندس من رو اینجا یک کوچولو بیشتر توضیح بدم دوستان اگر که شما مستر بگیرید پی بگیرید و از سطوح بالاتری در حقیقت از لیسانس رو بگیرید میتونه تا یک سال از این سه سال رو فقط این دوتا این سه سال و یک سال رو کاملا تو ذهنتون جدا بکنید اون یک سالی که اونور هستش اون یک سالی که بعد از اون سه سال عنوان شده اون یک سال فقط تو فقط توی صنعت under supervision یه دونه پی انج. باید باشه تو محیط کار س... تو محیط کار دانشگاهی قابل قبول نیستش البته بچههایی که استاد دانشگاه میشن اون داستانش فرق میکنه فقط بهتون بگم اینی که توی مثلا دوره لیسانستون فوق لیسانستون پی اچ تون یه پروژه صنعتی داشتید کار کردید جز اون یک سال حساب نمیشه اون یک سال باید تو محیط در کاری واقعی فول تایم و under supervision یه مهندس کار بکنید اگر که مستر گرفته باشید یا پیشتی گرفته باشید از اون سه سالتون آب تو یه سال میتونه کم بشه حالا حساب بکنید شما مثلا 15 سال سابقه کاری توی ایران داشته باشید حد سه سال حساب میشه اگر دو سال سابقه کاری توی ایران داشته باشید اینجا ماده باشید پیشتی خونده باشید احتمالا یک سال هم به خاطر اون سوابق تحصیلیتون بهتون میدن باز میشه اون سه سال یک سال قسمت بعدیش رو باید وارد محیط کار واقعی بشید تا بهتون بدن چون اینو خیلی وقتا دوستان میپرسن گیج میشن میگن که ما توی مثلا لیسانسمون یا فوق لیسانسمون با یه شرکت مهندسی کار کردیم یه پروژه مهندسی کار کردیم اون قابل قبول نیست یک سال کنیدین اکسپریانس رو پس حتما دقت بفهمید ببخشید با من روش تحکید کردم چون خیلی سوال پرسه آقا علی سوالی داشت مربوط به همین اسلاید بپرسم. سمان خانم هم اتباعا دست رو بلند کرده بودش میخواید حالا هر کنار دوستان اگر میخواید سوال بکنید لطفا دوربینتون روشن بکنید و سوالتون رو بپرسید مجدد سلام میکنم جشاعتا سوالی که داشتم این یک سال سابقه سابقه کار توی کانادا Under supervision پی اینج اوکی فقط باید پرکتیس مهندسی حتما باشه حتما باید پرکتیس مهندسی بشه یعنی دیزاین در واقع درسته حالا دیزاین که فقط یه کار مهندسی نیست حتی تو قضای اینسپکشن پروواید کردن ریپورت های مهندسی خیلی از کاراست در حقیقت وقتی شما آندر سوپرویژن یه مهندس دارید کار میکنید اگر پرکتیس مهندسی نباشه در حقیقت جزء این اکسپرینس مهندسی حساب نمیشه مثلا فرض میکنید که من پی و شما دارید با من همکار من هستید ولی دوتایی مثلا داریم مدیریت پروژه میکنیم این جزء مهندسی حساب نمیشه باید حتما درست. توی اون قالبی که با هندسی تعریف شده باشه درسته متشکرم مرسی من یه سوال داشتم من ای آی دارم خب بعد من میتونم اینو تبدیلش کنم به ای اونتاریو یا نه دوباره باید از اول واسه ای آی اونتاریو دوباره اقدام کنم اتفاقا اینو بچه امروز توی دقیقه گروه هم پرسیدن قانون مابیلیتی برای انتقال دادن در حقیقت پروفشنال انجینرینگ از استانی به استان دیگه برقراره یعنی شما بعد از اینکه توی استانی پی انج میشید نه ای آی تی پی انج میشید ف... مثلا فرض بکنید من تو استان نواسکوشیا که پی انج شدم وقتی اومدم تو استان آنتوریو یک روز طول کشید هیچ چیزی هم نداشت فقط از من رزومه مو خواستن رفرنس برای در حقیقت گود کرکتر داشتن و در حقیقت این گود استندینگ بودن uh, خواستن و تمام uh, و به سرعت من پین پی شدم تو استان آنتوری هیچ ریکارمنت دیگه ای نمیخواد فقط باید هزینه ممبرشیپ سالیانه استان آنتوریو رو پرداخت میکردم ایتی ای آی در حقیقت مهندسی نیست شما انجینیر این ترنینگ هستید یعنی در حقیقت یه قدم خیلی کوچیک از اون مسیر خیلی بلند رو برداشتید بخاطر همین اگر که تو ای, 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 ای تی باشید دوباره باید از اول تشکیل پرونده بدید در حقیقت ای, 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 ای تی تو قابل انتقال نیست من توصیهم اینه اگر تو هر استانی شروع کردی تو همون استان ادامه بدید تموم بشه پی انج بشید بعدش حالا اینکه شما مثلا تو استان آنتوریا هستید ولی مثلا تو ساسکرچون شروع کردید اصلا نیازی تو اون استان سکونت داشته باشید شما ریپورتاتونو از این استان برای اون استان بفرستید وقتی که اشتالا پی انج شدید امتحان ام پی رو دادید و یک سال که این تو پر شد پی انج شدید بعد انتقال بدید به اصلا رو بعدی پس یعنی احتیاجی نیست من دوباره از اول اقدام کنم واسه اون تاریا ای, ای, ای اینا همه رو از اول برن پساره. پنج بشن بعد پینج رو منتقل کنم دیگه. آره دیگه بهترین حالتش اینه اگر که الان بخوای انتقال پیدا بکنی در حقیقت بعد از صفر فرام اسکرچ دوباره شروع بکنی تو جدید مرسی اگر... ممنون خواهش با. علی آقا بفهم سلام سلام, سلام. سلام. وقتتون بخیر خیلی ممنونم بابت اطلاعات خیلی خوبی که دادین من یه سال خدمت داشتم رشته من مهندسی پزشکی هست ای برای این رشته وجود داره یعنی من میتونم عضو ای آی شم یا نه هر لیسانسی که مهندسی باشه میتونه ای آی تی بشه اینجا توی کانادا مهندس مثل ایران نیستش که سازمانهای های نظام مهندسی مهندسی و دیسپلین های مختلف رو جدا کرده باشه شما یا مهندس هستید یا نیستید اگه هستید باید پروفیشنال انجینیر باشید وگرنه شما دانش آموخته رشته مهندسی هستید اگر شما دانش آموخته رشته مهندسی باشید یعنی یه لیسانس مهندسی هر نوع مهندسی که ولی توش مهندسی عنوان شده باشه باشید میتونید به در سازمان مهندسی و اداره مهندسی استانتون مراجعه بکنید اپلای بکنید ای آی بشید و ایشالله داون در رود بشید فقط نگاه بکنید این مسیر مسیر طولانی و سختیه آیا اصلا رشته شما و اون پوزیشنی که شما دنبالش هستید آیا اصلا پی شدن رو میخواد این دیگه به عهده شماست اینو مثلا باید نگاه بکنید توی مثلا پوزیشن ایندید یا حالا مانسترز زیاد حالا هر کجا که دارید نگاه میکنید نگاه بکنید جز ریکوارمنت های اون در حقیقت جاب آیا پی شدن رو میخواد اگر میخواد که مسیرش همین اگر نمیخواد مسیر پورتالاتوم سختیه سختی واردش نشید الکی اگر که فکر بکنید ممنونم لطف کردید خواهش با حمید زهرا سلام از خدمتون اگه دور بیرتون رو روشن بکنید بیتونی سوالتون رو بپرسید بکنید یه لحظه چشم. همه دوستان طاعت. اگه میخواد ها اگه سوالتون رو بپرسید داریم تصویر بله من سوال داشتم خواستم بپرسم که فوق دیپلوم ساختمون داشتم بعد اومدم لیسانس عمران گرفتم بعد تو این برای گرفتن پی اینچ مثلا همون لیسانس هم قبوله یا بعد فوق دیپلم هم بعد پیوست کنم در حقیقت شما دوتا شد چون تمام ریز نمراتتون رو میخوان دوتاشون رو باید با همدیگه پیوست بکنید چون شما ریز نمرات تمام دوره لیسانس تا 144 واحدتون رو باید پروواید بکنید دیگه حتماً احتیاج, حتما احتیاج هستش بسیار خوب خانم الناس بفهمید. سلام سلام دستتون در نکنه من یه سوال راجع به همین ساسکاچوان که ایشون پرسیدن داشتم من الان خودم آنتاریو هستم و هنوز استارت کار رو نزدم ولی خب چون یه چیزایی شنیده بودم حالا نمیدونم که راجع صحبت میکنید یا نه که خب بعضی استان‌ها راحت‌تر هستش پروسه‌شون میخواستم ببینم اگر که مثلا حالا موقعیتی که خانم سمانه داشته دارن یعنی ایشون الان مثلا فرض کنم که من همین موقعیت رو برم از طریق ساسکوچوان برم جلو با این که آنتاریو هستم ایشون من بعد برای پینج میتونم اینجا توی آنتاریو به صحبت شما من اینجوری متوجه شدم که می من یه چیزی به نام و... ناکای میگن گزاره شرطی به انتفاع مقدم باطله یعنی فرضی که میر... میذاری اگه <applause> غلط باشه نتایجش هم غلطه فرض غلط نزد اینی که از کجا شنیدید و کی گفته که فلان استان آسون تره کلان آسان سختره خیلی چیز بعیدیه من تو استان نواسکوشی خودم گرفتم یه دفعه ویب شدم کامل اصلا هیچ چی نه کورس بهم نه چیزی خیلی از دوستام دیدم هفت تا تا بهشون کورس خورده که مجبور شدن رفتن اصلا فوق لیسانس گرفتن گفتن اصلا دیگه نمیارزه من میخوام این کورس رو. و برعکسش تو استان آنتوری هم خیلی از دوستان دیدم کورس یاد بشه خورده به نوشته و اکسپریانس تو خیلی بستگی به خیلی عوامل بستگی داره اونا بیشترشون یه کانسپیرسی و یه سری چیزایی هم درست آره. و خب میتونیم که یک سال سابقه رو توی آنتوریا داشته باشیم ولی ادامه راه رو, رو توی همون سازکوچوان داریم شما درسته. تو هر استانی که دوست دارید میتونید شروع بکنید تو اون استان ولی هر کجا شروع کردید ادامهش بدید تا پینج بشید بعد از اون شما میتونید توی چند تا استان همزمان لایسنس بشید مثلا من خودم هم تو استان نواسکوشیا که گرفتم بعد تو استان آنتوریو و تو استان بریتیش کلمبیا هم گرفتم با توجه به پروژه‌ای که داشتم بعدش دیگه فرقی نمیکنه ولی از یه جا شروع میکنید دیگه همونو رو باید ادامه بدید تا انتهاش برید درست مرسی متشکرم سامان خانم بفهمید. ببین من من گاس متوجه شده باشم یعنی من الان الان تو انتاریو هستم سابقه کار یک سالم و تو انتاریو به دست بیارم تو هر او... کجا مهم نیست کجا آره مهم آه، اینو وصلش کنم به همون ایتی ای ساسکاچوانم بکنمش پی ان بعد به هر استان دیگه خواستم اینو انتقال بدم دقیقاً همینه آه، مرسی من. خوش خب مهندس میخواید ببر جلو آره فقط یه سوالی هم تو چت خانم هما هم کرده بودن که مثلا فکر کنم اونجوری که من فهمیدم همه مدارکشون آماده است و آی, ای تی هم چهار سال بودن امتحان هم حتی قبول شدن ولی میگن که زیر نظر پی یه سال کار نکردن که 99.9 درصد مطمئنم که قبول نمیکنن شما یعنی مرحله آخرشون یه سال سابق کار زیر نظر پی خیلی واسه مهمه احتمالاً میتونید چهار سال سابقه کار دارن چهار سال ای آی هن ولی اون هیچ فقط زیر نظر پی انچ کار نکردن تو کانادا در حقا پس این پرکتیس مهندسی نکردن دیگه آره اونو باید حتما اون دیگه اون چک آخرش همون یک سال آخر هم باید ای, 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 تی کار ای کنن شدن یه جوریه دیگه در نظر داشته باشه دوستان ای آی, ای تی شدن شما فقط لیسانستون رو میگیرید میتونید ای, ای, ای تی بشید 20 سالم تو ایران سابقه کار داشته باشید حد اکثر میتونید ای بشید بعد از اون مرحله بهتون میگن که آیا بهتون کورس میخوره یا نمیخوره و بعد از اون میتونید وارد مسیر خود پی انج بشید حالا اینو مهندس میخواید یه ذره زومش آره. هم بکن روی این قسمت بکن. روی خودش همونجا روی همون کنترل و دقیقت ویل موس رو بچرخونید زوم میکنه به خودش Uh, ولی خب به حال کسی که آندر سوپرویژن یه دونه مهندس کار نکرده و اکسپرینس های مهندسیش رو نمیتونه پروواید بکنه um, خب عملا در حقیقت هیچ نمیتونه مهندس بشه دیگه بسیار خوب um, خانم uh, بابا چون میدونید uh, زوما uh, آها خب که حالا این همجوری هم, هم خوبه آره بسیار خوب همینجوری که دارید میبینید بعد از اینکه اپلای کردید شما در حقیقت اون لیسانستون در حقیقت برای کسانی که خارج از کانادا لیسانس گرفتن لیسانس مهندسی گرفتن چک میشه اونایی که دو داخل کانادا هستن مستقیما میفرستن واسه اداره مهندسی و اونا مستقیما ای‌آی‌تی میشن ما حتی اگر چندین سال چند ده سال سابقه کاری داشته باشیم باید وارد این مسیر بشیم و از نظر در حقیقت که دو دوره لیسانس خوندیم مورد تایید قرار بگیریم سه تا حالت ممکن اتفاق بیفته یک بدون هیچ پیچ شرطی قبول بکنن بگن میت کردید شما اکادمیک ریکارمنت رو و برید واسه امتحان در حقیقت ام یه حالت دیگهش هستش که بهتون چند تا کورس بخوره به معمولا هم پیشورزش اینه سه تا کورس بهتون میدن میگن سه تا کورس بهت میخوره اگر که دلت خواست اون سه تا کورس رو ویو بکنی ما میتونیم یه جلسه اینترویو واسط بذاریم معمولا واسه کسانی که سابقه کاری بالایی دارن اگر که این شکلی باشه شما من به همه پیشنهاد میکنم که حتما تو اینترویو رو شرکت بکنید... چون حد اکثرش اینه که سه تا بهتون کورس میخوره دیگه تو اینترویو رو شرکت میکنید اگر که تونستید طرف رو کانوینس بکنید خب امتحانتون هست میشه یا کمتر میشه اگر نه خب دیگه حد اکثر اون سه تا امتحان بهتون میخوره تو این سه امتحان هم داستانش این شکلیه دو تا امتحان رو اگه با نمره خوب امتحان بدید امتحان سوم هست میشه پس این رو هم این رو هم در حقیقت به عنوان حالت دو در نظر بگیرید حالت سوم این که اصلا میگم اصلا پرونده که شما دارید تشکیل میدید اصلا قابلیت گرفتن امتا... در رو نداره بسیار خوب مهندس رو میخوای همون سفر رو چیز بکن که هم در حقیقت پول اسکرینش بکن که دوستان خب خانم زهرا اگر که سوالی دارید بفرمایید سلام وقتتون بخیر خیلی ممنونم از این جلسه که ترتیب دادیم من سوالم اینه که من توی استان بریتیش کلومبیا هم بعد میخوام ببینم که حدودا میتونید قرار مثل... بوده اگر که سوال میپرسید دوربینتون روشن بشه که چون تصویر وقتی ریکورد میشه یه صفحه سیاه میادش و بقیه چیز آره میخواد پس آقای علی شو آماده است علیرضا جان بف... آس. آس. بپرسید بعد تا شما دوربینتون روشن حالا جون به شما از اولش گفتم فکر کنم این میکروفون درست است میکروفون صدا شمیه و شما میکروفون رو درست بکن خانم فاطمه حالا بودن اگر که هست میخواد خواهد آها زهر خانم داشت خب اک ببا زهر خانم بلی من من بپرسم برای پینج استان بیتیش کولومبیا آیا امکانش هست مثلا یه تقریبی بگین که چقدر طول میکشه پینج بشیم مثلا اگه فرض کنید که همه اون سابقه کار ایران و کانادا رو قبول کنن ما سابقه یعنی اون روندها رو داریم نگاه میکنیم معمولا بین 6 تا یک سال طول میکشه که با توجه به بکلاگی که دارن نه. این اکادمیک ریکوایرمنت شما رو یعنی قسمت شماره یک رو که الان توی صفحه هستش میت بشه بعد از اون ام پی دادن که دست خودتونه پنج بار امتحان توی سال برگزار میشه میتونید خودتون سری ثبت نام بکنید و دیگه اونم که دیگه اکسپرینستو تو برسید دیگه دست خودتونه بیشتر گرهش این قسمت شماره یکه که بهتون میگن که چند تا کورس ممکنه بهتون بخوره شش تا شش ماه تا یک سال رو در نظر بگیرید یه توصیه هم بهتون میگم اگر که توی جابی میخواید اپلای اپلای کردی بعض وقتا بهتون مثلا میگن که اگر که ای آی بشید تا سه ماه دیگه یا تا مثلا چند ماه دیگه ما با شما رو میگیریم ولی اگر که نتونید بشید ما با شما رو نمیگیریم خیلی وقتا اینو میپرسن حتما بهشون بگید میتونید بگیرید چون که دست شما نیست حداقل چند ماهی هم اونجا کار مهندسی کردید معمولا معمولا دیسمیستون نمیکنم به خاطر اینکه حالا یکی دو ماه این برون بر شده آره همین میخواستم دقیقا مشکلم همین زدم بسط خاله ها حتما جا بگیر حتما بگو که من اپلیکیشن رو فرستادم فکر می کنم که بتونم بگیرم معمولا اینا اچ آر سوال میپرسن ولی خب به حال دست شما واقعا نیستش خیلی وقتا من دیدم روندها سریع شده تو یکی دو ماه مثلا این سریعتر میشه یه دفعه یه چند ماه دیگه ببینید یه بکلاگ بزرگتری پیدا کردن نتونستن کار انجام بدن میشه من یه سال دیگه هم بپرسم؟ بله بله بپرسم یکی همین که مثلا میخوام ببینم که این محل یک سال و نیم سابقه کار کانادایی دارم مثلا سابقه کار ایران هم دارم شیش هفت سال میخوام ببینم که آیا یه سال و نیم کمه چون مثلا از دوستان میشنیدم اوه. که اونا بعد از چهار سال سابقه کار کانادایی اپلای کردن و میخوام ببینم اصلاً. که اصلا چیز نرم هست کسی مثلا یه سال و نیمش تموم شه بره مثلا این کار انجام یک بره. سال و نیم هم نه یک سال تا فرداش که تموم شد هم موقع میتونی اقدام بکنی حالا آره دیگه شما... <applause> زودتر میتونی که امتحان MPP تو که بدی امتحان PNG تو که داری وقتی یک سال تموم شد سریع بفرست بره و تمام یعنی دیگه دیگه وایسادن براش دیگه اصلا جایست ممنون که موفق باشی علی خان بفهمید آخه آقای سینا بپرسه ایراد شما به یه بار برو دوباره برگرد تصویر منو دارید صدای منو دارید بله سینا جان سلام ممنون سلامت باشید خوب است شما بار من دوشنبه این هفته آزمون ام پی رو دارم و این ها و منابعش رو خوندم من هیچ نمونه سوالی ندارم و یه مقدار استرس دارم از اینکه چقدر این سوالات دقیق و تخصصی و ریز هست چون کتاب لوراتی داری داری میره امتحان میدی ب... آره به خودم اعتماد دارم به خودم اعتماد دارم عوض کردم فرمان دست بابایی استاد ام پی پی آره فقط می‌خواستم بگم راهنمایی کنم ببینم که چقدر سوالا جزئی و ریزه من کتاب خوندم و میفهممش کامل ولی نمیدونم اگر که مثلا سوالای خیلی ریزی از این کیس ها مثلا کیس های قانونی بیاره به من بده چقدر؟ MPP اونجوری نیست نه خیلی باید دست کمش گرفتی نه اونقدر حالا بزرگش کنیم که من بگم خیلی وحشتناکه ولی اونجوری اگه غیر آماده ان که قبول میشه خوندی کتاب و اینا رو میگی تست یاد نزدی ولی به نظر من حتما باید تست بزنیم. ما خودش کور... حالا کورسش رو اینجا با بچا کار میکنیم هم کتابو کار میکنیم هم سه جلسه مثلا ماک اگزم داریم که همون نمونه سوالا رو چیز باشون کار میکنیم مدل کنکور ایرانه میتونی خیلی وقت بذاری خط به خط بخونی میتونی اون تریکاشو یاد بگیری اون تیپای امتحان رو مثلا ما بهتون یاد بدیم و واسه حالا امتحان راحت تر مهندس نمونه سوالا رو اپگا داشت درسته یه صد خوره تستی داشتش آره میتونی می آره اونا رو... هر چیز بخری از سایت خود اپگ ای ای مال چیز یه مارک اگزمشو دیگه مینیمم بزن اگر دوشنبه امتحان داری که دستت بیاد چه جوریه مثلا زمانش اینا که چطور وقت تو چیز کنی ولی حالا قبل از اینکه اون کار بکنم میخواستم ببینم با توجه به تجربه شما چقدر سوالات ریز هست و چقدر وارد جوز بیاد دوشنبه ای اگه من بگم خیلی نه نداره بگیم حالا میخوام بیشتر وقت یه نبین کلا مثلا اسما رو نمیخواد حفظ کنی خیلی چیزایی که مثلا پراوینس ریلیتده مثلا یه سر نوشته مثلا تو میسی این قانونه تو آنتاریو این قانون اونا رو نمیخواد تاریخ ها رو نمیخواد Uh, ولی خب یه سری چیزا هم حالا هست دیگه یه سری ترمام هست که حتما باید بدونی باید حفظ کنیم مثلا قسمت من اکسپرینسی که دارم با بچه ها راحت‌تره راحت تره ولی قسمت لیگالش اون لاش چون اکثرا هم از ایران اومدن چند سال اینجا هم خب هر اصلا اکسپوژر نداشتن به اون چیزا خیلی اونها سخت‌تر واسه شون که اونا را حالا باز بیشتر ما کار میکنیم ولی حالا س... اه... یه نمونه سوال رو بزن لاغلی یه تایی که دستت بیاد که اصلا چجوریه بعد حالا شروع کن بقیه وقت تو بخون کتاب رو دست شما در بخون ایشالا که خبر بدی که موفق شدی خبرش بهتون میدم <laughs> حتما سمان خانم بفهمید ببخشید من در راستای صحبتی که به خانم زهرا کردن توی بعضی جا پوزیشن ها می نویسه که ای آی تی می بعد ما میتونیم تو رزومه مثلا من این که از ساسکاچون ای, ای تی دارم میتونم تو رزومه بنویسم که من ای, ای تی هستم و به ساسکاچون اشاره بکنم یا نه فقط بنویسم ای, آی تی هستم اشاره نکن ولی بنویس هستی دیگه چیزی که هستی ولی بعضی ها... بعضی ها دوستان تازه فرمای اپلیکیشنشون رو پر کردن تو پروسسن که تازه ای, آی تی بشن می نویسن ای, ای تی شن. اون دروغ نباید بنویسید ولی نه شما نه. که ای, آی تی هستید واقعا دیگه چرا نمیسید من چون نمیدونستم که یعنی بهتره که برم اول پی ان جی ساسکاچوان رو بگیرم بعد انتقال بدم من واسه yeah. پی اینجا اقدام, من، من اینجا اقدام کردم من من واسه اینجا اقدام کردم واسه اونتاریو اقدام کردم بعد یه ایمیلی امروز به من دادن به من گفتن که ترجمه مدارک آکادمیکی که برای ما فرستادی اما مسیر دوباره دیگه داره فرام اسکراش داره چیز میشه دیگه شما که الان پول ندی که نه من پول ندادم ولی نوشته بود که ترجمه رو باید از خود پی از خود پی او بگیرین یعنی اون ترجمه ای رو که ما تو ایران انجام دادیم برای مدارک قابل قبول نیست من همچی چیزی رو ندیدم ایمیلشو رو برای من بفرستید من نگاه بکنم ببینم چیه ولی شما انیوی دیگه این پروسه ای که داره از اسکرچ رو میشه دیگه اصلا ایگنورش کنید که کلا بذارش کنار همون یکی رو ادامه بده شما الان اگه اکسپریانس رو پر کردید اکسپریانس نف... بنویسید سریع بدید اون بر ام پی پی هم امتحان بدید که امتحان ام پی رو ندید که تو که ای, ای آی تی شدی عملا میتونه امتحان ام پی پی تو بدی امتحان ام پی تو بده اکسپریانس پر کن تمام دیگه دیگه چرا توی چت باکس براتون این اون تیکه رو که در مورد ترجمه هست گذاشتم شما الان okay. میتونید بخونین شما عملا ناکایت هیت خودت گیج نکن دنبال یه دردسری واسه خودت نگرد تو که ای شدی من بعد امتحان رو بدم فقط آره اصلا اینو بلش کن اصلا این پی او رو ولش کن شما که آردی ای شدی امتحان ام پی تو بده اون اکسپریانس تام بنویس بفرست بره, بره دیگه خب فقط چرا, چرا یه هی دوشتان... سختش کنی واسه خودت نه نه <تصفح> اش فقط همین من الان باید اینو کنسلش این کنم این پروفایل هیچ کاری نمیخواد بکنی اصلا اصلا هیچو پراسید نکن هیچ کاری اصلا دیگه اینو دنبالش نکنم آره اصلا دنبالش نکن اوکی مرسی مرسی مام علی جان بگو ببین صدا درست شد ان شاء الله الان عالی شد بگو بله وقتتون بخیر خیلی ممنون از این جلسه که ترتیب دادین و تا الانش که کلی استفاده کردم من چهار ماه سه تازه اومدم کانادا و از همون اوایل که تازه وارد شدم رفتم روی سایت پی او فایلم تشکیل بدم منتها تا همین پیس روز پیش طول کشید تا مداره که بتونم کامل بکنم حتی یه پیغام خصوصی هم به شما دادم راجع به تایید ریز نمرات و در واقع اینجور ازتون سوال کردم من بعد بلافاصله یه ایمیل دریافت کردم که از من سوابق کاری رو خواستن من الان واقعا گیت شدم نمیدونم که الان تو چه مرحله هستم و چرا اینقدر سریع از, شدی؟ از سریع هم نبوده دیگه شما وقتی که شما ادعا میکنید که تعداد سالهای همین الان عرض کردم اگر که سابقه <applause> کاریتون بالا پنج سال باشه شما رو یه آدم سینیور لول داره در نظر میگیره نگه اگه سابقه, <applause> سابقه کار همون دیگه شام بهتون داره میگم میگه سابقه کاریات رو پر بکن واسه من که بتونه آه. ازت اون امتحانا رو واسط ویو بکنه وگرنه بهت کلی کورس میخوره خب اون داره خودش داره کمکت میکنه میگه زودتر اکسپریانسات رو بنویس بده به من من اکسپریانسات رو نگاه بکنم که زودتر بری اون محله رو ردش بکنی بخاطر اینکه چیزی نگران کردم زیکار کارم کردم توی شرکتی یعنی الان از شروع کار کردم به عنوان سازه و دارم در حال شرکت کار میکنم صاحب شرکتم خب پی اینج هسته شروع باله چهل سالی که پی و فکر کنم سابقه کاری هم اون یک سالی که مد نظره رو بتونم اینجا تهمیم بکنم فقط من دیگه الان لازمی نیست اون ای آی تی و اینا ها بشن نه. اگر که انقدر به پوزیشن خود مطمئنی که تا تایی یک سال آینده اونجا میمونی انقدر پارتیت گلفت و خیالت راحت بشه دیگه اون که دیگه چیز بکنی چون معمولا خب یک کسی که تا چند هفته اومده است که دیگه سری به عنوان پوزیشن چیز رو من دو سی آشنایی کسی بوده دیگه که بردت اونجا سری کار اگر رفتی حالا سر کار پس ب... پس ب... پس خیالت راحت بشه فعلا دوستی و نگه تا یک ساله تموم بشه ولی اگر حالا خارج از شوخی داستان شونه که ای آی به برند اسم شما کمک میکنه که اگه بخوای وارد شرکتی بشی بتونی به عنوان یه آدمی با مینیمم کوالیفیکیشن ها حداقل سابقه چک شده باشه و بتونیم وارد کار بشه شما که الان آنردی وارد کار شدید خب دیگه عملا این مشکل نری دیگه وایسا یک سال کنیدین اکسپریانس تمام بشه ایشالا پی این جا کنید کن دیگه پس من الان به, به طبق شما میتونم درخواست بدم که ای هم بشن یه حتما میتونی بدیم من که به همه توصیه میکنم حتما بدید مگر اینکه مثلا میگم مثل شما خیالش راحت بشه که توی پوزیشن مهندسی میمونه کار مهندسی انجام میده یه نفر پی انج براش اکسپرینس های مهندسیش رو امضا میکنه دیگه خیالش راحت بشه آره ولی کسی که نباشه باید حتما ای تی بشه Okay. میخواید یه دور دیگه موجود. خواهش کنم دوستان مهندس میخواید یه ذره این چیزا رو ببریم جلو و بعدش دوباره به آره. اگر دوباره بگه آره. سلام میخوای مهندس همین مسیر رو یه دور دیگه برای خودتون قسمت بعدی و یه دور دیگه شما توضیح بده اسلاید بعدی آه... خب این محله بعدی اینجا رو که این یه اسلاید مهمیه پس فهمیدیم که اکادمیک ها رو که چیز اپروف گرفتین ام, ام پی, پی تست هم میدین بعد محل آخر میان اکسپریانس رو چک میکنن سه سال ایران حالا مینیموم یه سال مینیموم اینجا مینیموم چهار سالی که گفتین که بعدش هم ایشالله مدرکتون رو دیزیگنیشنتون رو میگید چیزی که خیلی مهمه همین صحبتی که الان آخر شد اینکه چه جوری اکسپریانس رو بنویسید اگر اکسپریانساتون خوب ننویسین اون لنگویجی که اینا دنبالشن فالو نکنین اون ترمایی که مهندسی توش نباشه اینا چون یه, یه سری استفن که زیاد حالا شاید وارد نباشن وقت ندارن بذارن همینجوری میگن آقا این اکسپریانساش فیت نبوده برسه تا کورس بگیره بیاد اینجا اینترویو شه این تیکه به نظر من خیلی کمک میتونه کنه مخصوصا بچههایی که از ایران میان ترما رو زیاد بلد نیستن اون کالچر کانادا رو نمیدونن نمیدونن چه جوری باز چه زبونی اکسپرینس هایی که حالا خیلی هم زیاد و خوب انجام دادن چندین سال کار کردن ولی نمیتونن اون لنگویجش رو بنویسن این قسمت رو خیلی باید جدی بگیریم که اون پروسه شما اون اصلا اسکیپ کنین قسمت امتحان دادنش یه <مشارش> حالا وارد دیتیل امروز نمیخوام بشم ولی تقریبا حالا پنج تا اصل کلیه و اگر میخوام شروع کنیم نوشتن اکسپرینس هاتون خارج از رزومه است شما یه رزومه میدیم بهشون یه دونم یه چندین صفحه هم کارایی کارهایی که کردین تو این مدت حتما حالا من فقط سریع میخوام اشاره کنم و دیتیلشو رو بعدا میتونیم حالا هم تو وبسایت ها پیدا کنیم هم تو گروه فناوران هست یکی که باید حتما اشاره کنیم به کار مهندسی اون تئوریایی که انجام دادین اون دیزاینایی که کردین خیلی مهمه واسه شون. چون اینه دنبال یه مهندس هم. خیلی از بچه ها من چون توی این قضیه خب خیلی اکسپرینس های بچه ها رو چک میکنم و پروفیت میکنم به قول معروف خیلی خوشون رو هی میخواد بزرگ کنن یا هی میگن من منیجر بودم من فلان بودم اینا مهم هست و خوب هست واسهشون ولی مرحله اول اینا دنبال یه مهندس هست. یعنی کسی که کار دیزاین کرده باشه تئوری مثلا پشت دیزاین رو فهمیده باشه و مهمه واسهشون که کاری که کرده با ایجوکیشن چکی باشه مثلا طرف سیویل خونده کار سیویل کرده باشه چیز دومی که واسهشون مهمه این پرکتیکال اکسپریانس هست این کودا رو بلد مثلا اگر مهندس مکانیک مثلا کارخونه رفته باشه مهندس سیویل سر بیلدینگ رفته باشه اینا مهمه واسهشون مثلا باید یه درصدی از کارها رو اینجا بنویسین بعد منیجمنت of انجینیرینگ مهمه درباره باجتینگ اسکجولین اگر از این کارا کردین بعد نیست بنویسین کامیونیکیشن اسکیل مهمه ریپورت دادن پرزنتیشن کردن صحبت کردن مثلا با سی لول حالا وی ها اینا مهمه توش اگر اشاره کنین مرحله آخر هم درباره سوشال ایمپلیکیشن،, ایمپلیکیشن کارتونه مثلا کاری که من کردم کمک کرده به سوسایتی کمک کرده به رگ... رگولیتوری سایت شما اگر تو اکسپرینس ها تو این پنج تا موضوع رو کاور کنین خیلی کمک میکنه که یه پکیج کامل ارائه بدین به اون استان مهندسیتون که کار شما رو زیاد با قول معروف سنگ بعد uh, بازم حالا وارد دیتیل اگه نخوایم بشیم ولی حالا یه سری فرمت هست که بخوایم فالو کنیم اون 5 کریتریا رو واسه اون اکسپریانس رکوردتون حتما در نظر بگیرید یه استراکچری بذارین چیکار کردین وات did یو دو ها did you do ایت وای you, do it? Why you did it? مثلا این این فرمت رو رعایت کنین خیلی کاره چیز دوست ندارن مثلا کار تکنسین انجام دادن مثلا من یه رزومه مثلا چیز نوشتم طرف 5 سال مثلا مثلا پایپلاین بود خوبه ولی اینا د... زیاد خوششون نمیاد میان کار دیزاین ات کو کار ات کو کار اون چیزای اون پنج شکی که گفتیم اینا رو چیز بگین اگر در نظر بگین کانسیدر کنین کمکتون میکنه تو پروسستون یه چیزی هم من تو پرانتز اضافه بکنم در حقیقت پرکتیس مهندسی توی کانادا روی پروواید کردن سولوشن و در حقیقت پرابلم سولوینگ به همین علت شما در حقیقت باید پرابلمی رو که تو محیط مهندسی در حقیقت از طرف کلاینت شما، از طرف پروژکت منجر یا هر آدم دیگه به شما ارجاع داده شده. پرابلم رو کامل باید دیفاین بکنید و استیت بکنید. بعد بگید که شما با کدوم روش، دقیقاً چه چه راه حلی براش پروواید کردید؟ کلکیولش ها جوری بود؟ از کدوم استاندارد استفاده کردید و بقیه دید دا مثلا کار اینسپکشن که میبینید پرابلم سولوینگ توش نیست. به همین علت خیلی علاقه نداره. درسته ببخشید برای میپن وسط حرفت نه عالی بود کلن آره یه تیپ کلی آره دیده. بطن بیزینس زیاد نریم کار نه در بیزینسش رو برین نه تکنیسه اون وسط کار مهندسی شو باید خیلی هایلایت کنین اون پروژه که انجام دادین اون نتایجی که گرفتین نقش شما چی بوده یه سر فرمت و استرکچر داده اونو بعد حتی هم خودش ام... بعد یه تیکه کارم که حالا همون امتحان امپی پ، که حالا ما باز تو فناوران کمک میکنیم به دوستان اگر اینترستد باشن ما کلاس ها رو داریم که حالا پروسش رو کاری ندارم و وقتی اپلای میکنین حالا چون زیاد وقت نیست ولی اگر امتحان بهتون خورد کلا امتحان اینجوریه یه امتحان دو نیم ساعته کلوز بوک هم آنلاین الان البته این پرسن هم هست حالا من معمولا به بچه ها میکنم این پرسن برن تو که هست خب راحتتره. 110 تا سوال خیلی بس سریع انجام بدین تقریبا 80 ثانیه وقت دارین واسه هر سوال 40 تا تاپیک که توش کاور میشه که دو تا کتاب یک کتاب لا یک کتاب اتیکس باید 65 درصد نمره بیارین که قبول شین فقط قبولی و پس و فیله یعنی مهم نیست که چند درصد بزنین سه بار هم ماکسیموم میتونیم امتحان بدیم بعد سه بار دوباره بعد پروسس از اول بریم کبک یکم فرق داره حالا وارد قضیه کبکش نمیشیم فرنچ هم هست تو بی سی هم فرق داره بی سی همین امتحان هست 110 تا سال ولی یه اسی هم باید بنویسیم که یکم حالا از زمانش بیشتره ولی کارم یکم شاید سخت‌تر بکنه ایشالله اینو وقتی بگیرین مرحله آخر دیگه با وک اکسپریینستون رو چک کنن و امتحان رو پاسشین بعد اون وقت میتونین دیگه پی بشین و اون سرتیفیکیت رو بهتون میدن و اون میتونین بگیرین بعد درباره زبانش هم بچه ها بعضی ما سوال میکنن زبانش در... یعنی آسونه خوشون میگن اندازه گرید ده کانادا است ولی خب گرید ده کانادا هم یعنی آدم نیتیب فلوئنت یکم خوند... یعنی وقت باید بذارین که آماده باشین که سوالا رو که میبینین قشنگ دیگه سریع بخونین چون زبانش یکم مثلا قسمت لیگالش سخته پس همین حتما به نظر من سه چهار تا نمونه تست بدین سه چهار تا هم تا سوال بزنین که دستتون بیاد که چجوری امتحان رو مثلا قبول شد Uh, واسه امتحان ام پی دو تا کتابه این, این کتابه که پرکتیکال لاشه این هم کتاب اتیکسشه بازم اگه بخواین حالا ما یه گروهی داریم تو همین گروه پنج اطلاعاتش هست ولی uh, کلاسهایی که ما داریم اینجا انجام میدیم یه 11 تا جلسه داریم 5 تا جلسه اتیکس درس میدیم 6 تا لا هر کدوم تقریبا دو ساعت و نیم سه تا امتحان هم ماک اگزم داریم که میتونین آنلاین بدین نمرتون رو ببینین که ببینین وضعیتون چه جوری اگر آماده بودین امتحان رو میتونین ثبت نام کنین چون امتحان رو میتونین وقتی الیجبل باشین اون استان حالا پی او یا ایپیک بی سی هر جا بهتون وقت میده تا که مثلا یه سری چارت دارن که تاریخ ها روشه میتونین ثبت نام کنین از دو ماه قبلش وقتی آماده باشین میتونین وقت امتحانتون رو کنین و بعد امتحان رو تا یک تا دو ماه آینده بدید. دیگه من خواهم کلا چیز اصلی رو بگم دیگه بعد بریم سر سوال جمع من الان داشتم سی ال بی ده رو چک می کردم یعنی آیلس هشت دیگه کسی که گفتن آسونه تو گفتی آسونه کچاش آسونه آسونه که آزم میگم بعضی چیز مطلب رو میگم میگم مثلا بچه پنج ساله کانده یا خب بچه پنج ساله اینجا فلویت دیگه مثلا بومن خب آسون چند ولی آره ترمایی هرچی سی... نمیگن آه. ولی خب آره آسون نیست یعنی مثلا بعد حالا سوال رو میبینیم مثلا یه سوال ممکن مثلا دو تا پراگراف فقط سوالش باشه یعنی سریع باید بخونین اون ترمایی اصلیش رو مثلا سریع دیتک کنیم مثلا بعضی موقع من میگم به بچه ها مثلا اول جواب بخونین که ببینین اصلا سوال در چیه که وقت نیست که مثلا همه رو بخواییم پوش سر تون تون چیز هم. بعد حالا قسمت آخرم بگم که ما, میتونیم چیکار کنیم تو این پروسه کمکتون بکنیم بعد بریم سر سوال ما یکی قسمت مهمی که میتونیم کمکتون بکنیم این اکسپریانس آن رکورد یا همون اینجین حالا میگن و, می و کمکتون کنیم که یه درفتی اگر شما بدین من پروفیلشون بکنیم اون فرمتش و استرکچر اون 5 تا تیپی که هست توش ما لحاظ کنیم که احتمال اینکه امتحان بهتون بخوره یا اینترویو بخوره کمتر بشه قسمت دوم کلاس های پریپریشن ام پی پی که ما چندین سری داریم الان یعنی چند ساله داریم انجام میدیم که با یه حالت افیشنتی اون دو تا کتاب خیلی گنده هست رو هم بذارین هزار صفحه است اکثرا هم میدونم حالا اینجا خانواده داریم بچه داریم تا سر پنج سر کاری خب وقت زیاد نیست که مثلا بخواید همه کتابو خط خدا خط بخونید برای یه کورسایی که داریم کمکتون میکنیم که بیشتر رو مثلا سریعتر به اون نتیجه دلخواهتون برسیم که امتحان قبول شین یه سری کمک های جانبی هم میکنیم که بیشتر مهانه همانی است که مثلا بخواین اگر مدرکتون رو اپروف کنین، سرتیفاید کنین، که فارسیتون رو اینجا میتونیم تیم ما کمکتون بکنه. و مهمتر یه چیز خیلی خوبی هم که اینجا درست کردیم و یه کامیونیتی درست کردیم هم تو چنل اصلی تلگرام اگر تشریف بیارین هم گروه پی انج اونجا هم اگر از بالا شروع کنید اسکرول کنید همین سوالا چندین بار پرسیده شده جواب داده شده سوال خاصی اگه دارین اونجا بنویسین حالا خود من یا محمد یا بچه ها کمکتون میکنن کلا دوست داشته یعنی اصل قضیه پشت فناوران یعنی هدف اینه که یه کامیتی درست کنیم بیشتر واسه بچه که تازه اومدن اینجا اون مسیر سخت و یکم راحت کنیم واسه اگه سوال خاصی هم داشتین حالا ما همیشه تلفنمون هست ایمیلمون هست میتونیم تماس بگیریم تا جایی که وقت بشه کمکتون این هم حالا کاری که ما میتونیم بکنیم تو وبسایتمون هست این فکر کنم اسلایدی هست که بچه ها گذاشتن واسه نوشتن اکسپریانس ان اگر بخوان یه جلسه من فقط پروفریدشون کنم حالا من یا که از دوستان میتونیم انجام بدیم اگر گیرتر باشه مثلا چیز خاصی زیاد نداشته باشین یه درفت خیلی محل اولیه باشه چند ساعت ممکن طول بکشه ولی به نظر من چه کاریه که اگه بکنین نتیجه شو زودتر میبینی شما یه چند ماه زودتر پینشین هم حقوقتون میره بالاتر همین که زودتر به اون استاتوسی که دوست داریم میرسید خب من یکم تون حرف زدم ولی میخواستم این چند تا اسلاید هم تموم کنیم دست در کار خسته خب آقای علی رضا سوال یا محمد جان اگه شما نکته دادی بگو اینا خودم چند تا سوال هم هست راستش بخوای یه نکته یادم اومد بسطاش یادم رفت حالا ولی به سر بقیه بپرسم بعدا هر کس که سوال داره حمید حمید جان حمید زهرا سلام مجدد سلام من دو تا سوال داشتم ازتون البته خود یکیش مال قبل از اون بود این برای ای آی تی من یه ایمیل دریافت کردم که می‌خواستم ای ای, ای, ای آی تی بشم یه مبلغی هم بود بعد پرداخت می‌کردم انجام شد بعد از اون بعد کار خاصی دیگه بعد میکردیم یا همین جایی که داریم کار میکنیم بعدا و بعد ازشون مثلا تاییدی از اون مهندس پی باید بعد بگیریم چه چیکار بکنیم این کار خاصی دیگه بعد انجام بدم یکی اینه خب بذار تالا همین یه جواب بدم کلن داستان اینجوریه شما هن... نمیدونم تایید ای شدید یا نشد اول اینو شما اه... به تو گفتم واسه مسیر ای آی شدن یه هزینه پرداخت بکنید اون هزینه آره. پرداخت هنوز شما تایید ای آی دیگه چیز دریافتن فقط اون مبلغ آره یعنی به شما نگفتن کانگراجولیشن تو اوارد شدی به ای آی و شما الان میتونید از دزیکتش ای آی تی استفاده کنید هنوز اینو به تو نگفتن دیگه خب به اکن. وقت گذشته ازش مثلا این م... چیزی که میگم مربوط مثلا به شاید نزدیک ده ماه پیشه دیگه از اون موقع من هیچ چیزی دریافت نکردم اگه جواب آره یعنی شما بهتون هنوز نه کورس بهتون خورده نه به تو اینترویو خورده نه چیزی خب پس هنوز مداره که تو هنوز به <كتوس> ده... <كتوس> 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 من کورس دادم من اعتراض زدم بعد که مثلا سابقه کارم کم حساب کرده بودم من مثلا بیستو خورده سابقه کار داشتم به من کورس داده بودم بعد اعتراض زدم از من مجددا سابقه کار خواستن که سابقه کار تو برای دو مرتبه بفرست بعد من سابقه کار فرستادم بعد دو مرتبه گفتن که بعد در هر سابقه کارت بعد سه صفحه توضیح بنویسی من همونی که مهندس بابایی داشت توضیح میداد بعد تو پنج تا قسمت بعد کامل توضیح بدیم آره دایی. کامل قسمت, قسمت بعد گفتش که بعد اون قسمت که اکسپریانس رو داریم بعد حداقل سه صفحه شهر بدین که اون کاری که همون چیزایی که هستش مثلا چه کاری انجام دادین دیزاین چه کار کردین چه مثلا چه طراحی رو انجام دادین چه مشکلی داشته حل کردین و چه مثلا توی سوسایتی مثلا چه مثلا نتیجه ای داشته بعد اونو من براشون پر کردم و فرستادم یعنی این چیزی که از مال تقریبا یه ماه پیشه همون رو عرض کردم شما هنوز تاییدیه ای آی تی نگرفتید پس شما هنوز ای آی تی نشدید شما الان بعد از اینکه اینا رو بررسی بکنن به شما یا کورس میدن یا اینترویو میدن که من فکر میکنم بهتون اینترویو بخوره بیشتر چون معمولا تو رشته خود حالا رشته که حالا خودتون متخصص هستید تو حالا هر زمینه رشته مهندسی که باشه تو همون زمینه یه آدم سینیور لول میادش و در حقیقت از تمام استانداردا فرمولایی که توی مهندسی تو کلکیولیشن ها یعنی این هستش تو سوال جواب بیکنه اگر که ببینه که شما از پسش برمیایید که همونجا همه امتحاناتون رو ویو میکنه اگر نه که بهتون چند تا امتحان میده بعد از اون مرحله بعد از این که این مرحله تموم شد حالا باید اون یک سال کنیدین اکسپریینس که پوزیشن مهندسی دارید و دارید آندر supervision یه مهندس پرکتیس مهندسی میکنید اکسپریینساتون رو توی همون قالب دقیقت که اداره استانی خواست ازتون اونجا بنویسید بدید پی که بالا دستتون هستش امضاش بکنه اونو در قد سابیت میکنید و اینشالله او دیگه اون یک سال کردی اکسپرینس تو فولفیل میشه امتحان, امتحان نشنال پروفیشنال پرکتیس تو هم میدید و تمام آره. من خواستم این الان من این اکسپریانسه که الان براشون گزارش نوشتم موقع انترویو هم باید بعد همینا رو باید, باید دفاع کنم از تو انترویو ده الان عرض کردم خدمتتون در مورد اون خیلی در مورد این, در مورد این چیزایی که نوشتید خیلی سوالی میپرسن بیشتر روی استانداردها روی فرمولایی که کلکیولیشن ها و این حرفا سوال میپرسن مثلا شما بکگراندتون چه رشه من منسی عمران هست آه، مثلا موجود. میگه آره یه تیر الان گذاشتیم اینجا این تیره مثلا تنش رو بخوای حساب بکنی چجوری باید حساب بکنی اه، اه، توضیح بارش چجوری، یه همچین چیزایی ازتون تو سوال میپرسن فرمولار رو ببینن شما بلدید دست میدونید چه جوری از جدول استفاده بکنید اگه بلد باشید قبلتون میگه میخوام ببینن واقعا دیزاینر هستی آه. آه. سلامت بشه. دوستان هر کسی که سوالی داره دستشو بالا بکنه که ما سوالا رو جواب بدیم بابک شما میخواید شما شعر سفر رو دیگه قطعش بکن که دیگه حالا آره. دوستان یه سوالی هم بود تو چند دو سه نفر پرسن درباره همین سیلابس درساشون که از ایران اومدن به انگلیسی اینو ما توی چون یه چیز مهمی هست اینا. ما چند تا سمپلش رو تو سایت خود فناوران گذاشتیم من لینکش رو میفرستم اینجا تو گروه هم چنل تلگرام رو گذاشتم اگه اوزچین اونجا یعنی جوینچین میتونید های قبلی رو بخونین همین این صفحه پی اینج هم حتما بخونین خیلی اطلاعات و سوال جواب توشه سوکم سه چهار تا سمپل واسه چند تا رشته مختلف مهندسی مکانیک و شیمی و عمرانی نام هست که کورس دیسکریپشن هم تو همونا رو میتونین استفاده کنین لازم نیست برین از اول ترجمه کنین که من استاتیک مثلا به فارسی چیه به انگلیسی چیه درست در حقیقت درست. آره آره یه دور فهم من اینو توضیح بدم برای دوستانی که حالا ممکنه تو این قسمت یه ذره شک و پیدا داشته باشن دقیقا ندونن که چه جوری هستش داستان این شکلیه که از شما یه دونه کورس دسکریپشن میخوان و این کورس دسکریپشن برای در رشتههای رشته مهندسی تا اونجایی که من میدونم تقریبا تمام دانشگاه آزادا و دانشگاه سراسری شبیه هم دیگه است به همین علت حالا ما چند تا نمونه مث... نمونه گذاشته و خودشون هم میدونن چیز خیلی مهمی نیست ولی خب به حال پارتی از داکیومنت ازتون میخوان حتی این داکیومنت انقدر کم اهمیتی که نیاز نیستش که یه مهندس براتون هم بکنه شما این رو حالا مثلا ما اون در کورس دسکریپشن که داریم مثلا دانشگاه مثلا امیر کبیره شما خط بزنید بنویسید دانشگاه مثلا آزاد تهران مرکز بنویسید مثلا دانشگاه صنعتی اسلام فرق خیلی خاصی نمیکنه از اینکه اون کورس ها رو گذرونده باشید یعنی نگاه بکنید کورس ها درست رو تو درساتون ها تو گذرونده باشید همونا رو می نویسید و میدید بهشون این این جدول جدولی هستن که در تایید شدن و خیلی تونستن باهاش موفق باشم و با همین علت هم ما اونا رو براتون شیر کردیم راه دومی که وجود داره اینه که برید از دانشگاهتون درخواست در حقیقت کورس دیسکریپشن بکنید کورس دیسکریپشن واحد بلومنلای دانشگاه معمولا دانشگاه آزاد که میدونم این کار رو انجام میده خیلی دانشگاه واحد بین الملل دادن سریع بهتون میدن نیازی هم نیستش که اه، اه، مترجم رسمی این رو امضا کرده باشه حتی خودتون هم ترجمه کرده باشید برای دقیقت اداره استانی قابل قبوله فقط اونو بذارید بعض وقتا هم یه گریدینگ روبریک هم میخوان اینکه مثلا نمره ما از 0 تا 20 اینجا به نمره کانادایی چجوری حساب میشه جی پی ای شو معدلمون چجوری حساب میشه اینا رو ازتون میخواد خب اونم چند تا مثالش رو گذاشتیم توی وبسایت فناوران همونا رو فقط میگم سربرگش رو عوض بکنید و برای خو... سربرگ البته نره یعنی اون تایتل بالاش رو اگر عوض بکنید و تایتل دانشگاه خودتون رو بزنید قابل قبوله هیچ مشکلی پیش نمیاد کلا چیز خیلی مهمی نیست آقای خانم ای ای, ای. نمیدونم اسمتون چی هستش اگه سوالی دارید بفرمایید خانم زهرا اگر که میخواد شما سوال بله خیلی ممنونم از خودتون این کورس دیسکریپشن که میفرمودین برای همه اساناس چون من اصلا ندیدم اینو من من بیدسکرم... بعضی از اساناس ممکنه نخوان اسان شما اسان بی سی هستید بی سی آره هم... بی سی, بی سی تازگی داره بر می داره بی سی یه کار خوبی که داره میکنه داره اون یک سال کنیدیا اکسپریینس هم بر داره واسه آدم های سینیور لیول بلی الان با... هستش الان اون یک ساله هستش ولی الان من مدارک که من برای پی انج باز کردم شاید هم برای ای آی تی داشتیم می فرمودین من شما انیوی anyway, ده حقیقت مدارک تحصیلیتون باید مورد تایید قرار بگیره و مدرک لیسانستون همین مرحله از کورس دسکریپشن میخوان میدورم واسه سال 20 دیگه گفته دیگه نمیخوام آره چون اصلا نبود جزء مدارکش دستش نمیاد مدارک. خب، بنا بش خب سوال جان بفهمید ببخشید من سوالا میتونم بپرسم اه... من آره بپرسم ب... سوال رو یا امیر جان بپرسه امیر جان بس که عجله امیر جان پاید دوربین تو روشن بکن بپرس بعدش ام... سوال جان شما سلام ببخشید من فکر کردم ای ای منظورتون منم من احساس یا آقایی هست یا خانومی هست اینجا اسمش ای ای, ای. من بعد از ایشون میپرسم ببخشید خیلی ممنون سوال جامعه من سلام عرض میکنم خسته نباشید میگم دستتون درد نکنه جلسه خیلی خوب بود من راجع به همین کورس دیسکریپشن من تازگی جناب هم زحمت دادم برای مدارک کو ها من فقط اینکه برای اونتاریو من فکر می‌کنم این رو نمیخواد چون من توی سایت نگاه کردم حالا <applause> این دیگه خیلی جزئیاته دیگه شما سوالتون که خودتون داری چی الان همین میخوام بدونم که اونتاریو هم برداشته اطلاع دادید شما که میخواد این کورس دیسکریپشن رو یا نه چون من ندیدم اونتاریو هم تو فرم آنلاینی که پر کردی ازت نخواستن درسته نه نه چیزی نخواستن بهتر چون نه آخه آخه این قواعد استانی هم هی استاد فهم میکنن هر قلص عوض میشه کلا چیز کم اهمیتی بود یعنی خودشون متوجه شدن <تص> که چیز <تص> با ارزشی نیستش ولی اگه ازتون نخواستن که پس استان آنتوریا آه. پس تو این مطمئنی که تو, تو کل مسیر ازت نخواستن آره من امروز انجام دادم فقط همین گفتم مدارک تحصیلی تو بفرست با مدارک شناسایی بعد یه آدرس ایمیل دادن گفتم بفرست به اون ایمیل یعنی اصلا بارگذاری هم نمیشه حالا بذار ببینیم که یه چند روز دیگه آخر اینجا این شکلی دیگه بیری اونجا یه چند روز دیگه جلوتر دوباره میگه حالا ایدم بفرست حالا ببینم <تصیح> امیر که نخواد امیر جان بفهم سلام خسته نباشید ارادت قربان شما سلامت باشید یه سوالی داشتم من میخواستم ببینم که برای کسی که حالا من خودم رشتم مهندسی برق هستش تقریبا 9 سال سابقه کار تو ایران دارم و خودم تو ایران شرکت داشتم برای خودم کار میکردم میخوام ببینم کسی که, که اینجا بخواد همین کار رو انجام بده آیا نیاز به پینج الزامی هست براش یا نه فقط جهت اعتبار چه کار؟ برای خودش اینجا شرکت بزنه و بتونه در واقع کار مهند... من کار صنعتی انجام میدادم ولی اینجا میخوام از ساختمونی شروع بکنم و بعد یکی از قسمت های مهمی که هر مهندسی باید بتونه انجام بده با پریسایز کانسایز و تو د پوینت صحبت بکنه یعنی قشنگ دقیق مرتب باید بگی دقیقا اسم اون کلمه شما میگی برای خودش کار بکنه یعنی چه کار بکنه پرکتیس مهندسی بخوای بکنی فور شور باید پی بشه اصلا هیچ کسی حتی اسم خودت هم نمیتونه بذاری مهندس یعنی اسم مهندس اه، اه، کلمش اصلا مال اصلا مال ادارات مهندسی استانی هستش یعنی حتی به خودت نمیتونی بگی مهندس چه بسید که بخوای پرکتیس مهندسی بکنی که لایبیلیتی ها و قضایی خیلی سنگینی داره اون هم که بخوای به عنوان شرکتی دقیقت اون پرکتیس مهندسی بکنی خود اص... هم باید توی استان اه... که هستی توی اون اداره استانی مهندسیتون اون هم تازه رجیستر بکنید و دقیقت اونم هم ها خاص خودش داره پس تنها کنید اگر که شما بخواید یه پروژه بگیرید به عنوان پیمانکار کار مهند... مهندسی نیست کار اجرایی بکنی حتما میتونی بکنی هیچ لایسنسی نمیخواد دیزاین مهندسی بخواد انجام بده که رو بخواد به عهده بگیرید یعنی اکاونتبیلیتی و مسئولیتش رو بخواد به عهده بگیرید باید مهر امضا بکنید مهر امضاش فقط دست پی به خاطر همین بعد این دو تا قسمت رو از هم دیگه جدا بکنید چون ما تو ایران همه کارا رو با هم دیگه می‌کردیم هم مدیریت پروژه می‌کردیم هم مهندسی می که همه چی با هم دیگه است مهندسیش رو کامل بذار جدا مهندسیش رو نمی‌تونی انجام بدی به هیچ وجه. نه من من مهندسی رو صحبت نمی‌کنم تو ایران بله حرف شما کاملا درسته همه کار خودمون انجام می‌دیم ولی بله، قسمت اولش رو یعنی نیازی به پی وجود نداره بازم میگم خواهشان کمک خودت بکن که بتونی دقیق صحبت کن داری پیمانکاری و صحبت کن یعنی یه پروژه بگیری بری کار ده. اجرایی و منجمنت و مدیریتشو دقیق اجراییشو انجام بدی درسته؟ اجراییشو بله اینو اص... اصلا هیچی نمیخواد هیچ که نمیخواد فقط یاد باشه شرکتتون حالا با توجه به اون کاری که باید بکنه باید از نظر سیفتی م, یه سری در حقیقت داشته باشه لایبیلیتی شرکتتون باید باشه یا انشورنس های خودش رو داشته باشید ولی چیز دیگه ای نمیخواد اگر اه. که بخواید برای کار برقی بخواید اجرا بکنید شما حتما باید تو شرکت و یه جورنیمن یا یه آدمی که در حقیقت رد سیل باشه رو لایسنس باشه رو باید حتما داشته باشید واسه کار اجرایی و یعنی اونم بازم مورد تایید نیست بعد اینا ده. شد بدونید دی حقیقت چجور ولی کار مدیریت پروژه چیزی نمیخواد چون من میتونم سوالم ادامه بدم بله بله چون من در واقع پرسوجو کرده بودم به من گفتن که از لحاظ کار اجرایی برای مهندسی برق و در واقع کسی که حالا لوله کش و مهندسی برق اینجا لایسنس میخواد و باید به هاشو... لوله کش با مهندس برق تو دو تا کاتگوری جدا از تکنسین برق و لوله این دوتا در واقع نیاز به لایسنس داره و مثل بقیه کارها نیست که لایسنس نخواد و برای گرفتن لایسنس شما باید در واقع دوره رو بگذرونید تا بتونید اون مدارک رو بگیرید این چیزی که گفتید لایسنس نمیخواد رو من هنوز متوجه نشدم به خاطر اینکه راست شما سوال بد میپرسی همینجور من چند بار دارم بهت میگم سوالات دو گنگ میپرسی جواب بد میگیری وقتی سوالات گنگ و نامفهوم بپرسی اون ها من نمیدونم به چی جواب دادم من داستان رو براتون یه دور دیگه جدا میکنم از ابتدا تا انتها بهتون میگم سه تا قسمت داره داستان یکی قسمت مهندسی شما هیچ پرکتیس مهندسی یعنی شامل دیزاین نه، نه، هر چیزی که بخواد دست ببرید توی تراحی هر چیزی باشه شما حق ندارید این کار رو انجام بدید مگر under supervision یک PNG period اینو بذارش کنار یه جای دیگه است نقشه اجراش نخشا شده حالا میگن اینو اجراش بکن اجراش که بخوای بکنی شما میتونید به عنوان جنرال کانترکتور یعنی شرکتی که جنرال کانترکتینگ هستش پروژه رو بگیری خب اوکی این هیچ لایسنسی نمیخواد به عنوان مدیریت پروژه بخوای مدیریت پروژه بکنی حالا یه نکته هست که حالا من میخوام برم پنل خودم با دست خودم نصب بکنم اونجا باید کی باشه اونجا باید یه آدم لایسنس باشه آندر supervision اون میتونی کار بکنی یعنی اینکه شما لایسنس نیستی من اینجا رد سیل دارم جورنی من هستم جون من مثلا الکتریکال هستم من با زیر دست من به عنوان اپرنتیس یا هر کسی داری کار میکنی اشکال نداره میتونی انجامش بدی ولی باید یه نفری باشه که لایسنس دار باشه امتحانش هم امتحان 309 a و الان مجموعه فناوران هم چند ده دوره است که داره اینو برگزارش میکنه و دوره خیلی خوبی هم هستش خیلی هم سریع میتونید بگیرید اگر 9000 ساعت سابقه کاری برقکاری داشته باشید شما الیجیبل هستید که بتونید اون امتحانشو بدید و کودهای های دقیقه الکتریکال رو باید بلد باشید امتحان 309 A رو هم امتحان بدید و بتوید لایسنس بشید پس نما کنید سه تا تیکست داستان مهندسی تکنسیانی یعنی و اجرا یه قسمت دیگه مدیریت پروژه برای مدیریت پروژه به عنوان جنرال کانترکتور در استان آنتوریو احتیاج که شما دقیقه لایسنس باشید یا سرتیفاید باشید من شاید سوالم خیلی طولانی میشه من تو استان ساسکاچوان هستم و اتفاقا کار تکنسیان هم انجام میدادم تقریبا مدت سه ماه ما. بعد از اینکه در واقع با سازمان ساسکاچوان اپرنتسی من ترید تماس گرفتم اصلا به من گفتن که شما اجازه کار نداری و اگر بخوای این کار رو ادامه بدی به ما تکنسیان ادامه بدی اصلا ورک تو باطل میکنیم و حتی اون شرکت رو هم خواستم توبیخ بکنم به از اون شرکت اومدم بیرون اینجا من به خاطر اینکه دی... شما چیز شما گفتی لیسانس برق دارید دیگه درسته من لیسانس برق دارم بله ولی اینجا, اینجا نه, نه. اشکال نره من فکر میکنم تو اونجا چون سوالات درست احتمالا متوجه شدی یا نتوسی درست دقیقا مطرحش بکنید دوچار همچین مشکلی شدی شما عملا سوادتون برای این که بتونید به عنوان یه دونه بهکار بخواد اجرا و کار رو انجام بدید اما under supervision یه دونه ده. میتونید اینو انجامش بدید یعنی الان شما برای هر کدوم ترید ها که بخواد برید بهتون میگن یه دوره تحصیل ادویکیشنی باید داشته باشی شما یه دوره مثلا چند هفته یه فناوران رو بیاد به عنوان کدای برقی و بلد باشید تویت کارتون رو انجام بدید ولی نه به عنوان یه سرتیفاید باید یه نفر یه جورنی من بالا دستتون باشه بله خب انیوی anyway میخواد چون سوالت داره از دا داستان مهندسی هم جدا میشه بعدا فردا اینو به من یه زنگ بزن با هم دیگه بیشتر صحبت بیشتر بهت کمک ممنونم موفق باشید قربان سوال جان شما سوالتو پرسیدی فکر میکنم یا آره علی آقا علی فکر کنم تو چت نوشته که صدا و ویدیوش درست نیست ولی سوالی که کرده میگه که من فرستادم واسه مدارکم و ورک اکسپرینس هم ازم خواستن اونم فرستادم فوق عمرانم اینترویو بعد بهم هم میدن یا قبل اینترویو بعد از گفته گفته ده. بعد ا... آها گفته ای آی تی رو بعد اینترویو به میدن یا قبل اینترویو بعد از اینترویو دیگه یعنی باید ببینید چند تا آه. کورس بهت میخوره ای ای تی یعنی مدارک تحصیلی شما با لیسانس مهندسی و کلا کامپلای کردن با استاندارد ادویکیشنی در حقیقت سازمان مهندسی اینجا داره اتفاق میفته یعنی موقع به شما دو تا سه تا چهار تا ده تا کورس بدن. میگن برای اون امتحانو بده بدم میگم برو رو بده امتحان دادی تازه میتونی ای آی بشی قبلش که نمیدنگ یکی گفته آیا حق انتخاب بین اینترویو یا امتحان تخصصی هست آره هست یعنی که عملا به شما ام... ام... بهتون امتحان اگه که اینترویو بهتون بدن امتحان هم قبلش بهتون میدن میگن سه تا امتحان مثلا بهتون میخوره ولی اینترویو هم میتونی انتخاب بکنی میخوای اگر اینترویو نخوای اون سه تا امتحان رو باید بدید ولی عملا اشتباه محضه باید حتما اینترویو رو برید چون میتونید کانویس بکنید و امتحان کمتری بهتون بخوره ولی خب حالا بعضی دوستان ممکنه که علاقه داشته باشه گفتید من فرم اولیه ثبت رو پیدا نمیکنم نمیدونم دیگه چیه دیگه فرم ثبت دیگه فرما فرمات و وبسایت هست دیگه دیگه اول اینه که همه همه دوستان یه چیزم در نظر بگیرید یه صفحه هست صفحه مهندس توی وبسایت فناوران فناوران دات رو بزنی توی یه صفحه مهندس شو اگه که بذارید من الان خودم می من صفحه رو خودم, خودم یه خب من رو شیر بکنم ما فناوران دات سی ای. یه لحظه بزنم که خب این این صفحه در حقیقت وبسایت فناوران همینجوری که میبینید اولا اگه که میخواد خب خدماتی که در حقیقت فناوران ارائه میده باید حتما عضو فناوران بشه عضویتش عضویت وی‌آی‌پی این بالا هستش که میتونید عضو فناوران بشید هم که هایی که با برگزار میکنیم این این قسمت قسمت مهندس نگاه بکنید مهندسی رو روش که کلیک بکنید همینجا میتونید خیلی سریع قشنگ نگاه بکنید مهندس عمران مهندسی برق مهندسی مکانیک مهندسی متالورژی مهندسی،, 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 مهندسی شیمی خیلی اطلاعات چیز داریم اصلا تعریف مهندسی چیه کیا باید پی انج بگیرن کاری که تو مثلا به چه دردی میخوره پی انج؟ برگزاری آزموناش چه جوری هستش کلی توضیحات دیگه کل مسیر پینجو قدم به قدم تو این ویدیو توضیح دادیم اینو حتما ویدیو رو ببینید بعضی از ویدیو هم شاید مجبور شد دو سه بار ببینید تمام ادارات استانی رو اینجا لینک هاشون رو گذاشتیم اگر که بخواید مثلا فرماتون رو ما براتون مهر امضا کنیم حتما در حقیقت های درست رو که اینجا گذاشتیم رو حتما بنویسید روی در حقیقت مدارک تحصیلیتون این هم مثلا مثل گریدینگ روبریکی که الان من خدمت تو از کردم روی این قسمت بزنید همینجا میتونید دانلودش بکنید و قشن براتون میاد حالا این مثلا مال دانشگاه امیر کبیره شما همین تیکه پایینش رو همین تیکه انگلیسیش رو کلا بذارید روی مدارکتون قابل قبوله یعنی دیگه هیچ سختی خاصی نداره همینجا که دارید میبینید تو خود وبسایت هست فقط باید حتما یه یوزرنم پسوردی اینجا برای خودتون درست بکنید که بتونید اینو ببینیدش اونایی که نوشه عضویت در فناور اگر نمیتونید ببینیدش علتش اونه همجا هم که دارید ببینید سایت های داره مهندسی تمامش گذاشته در مورد اینکه چجوری تجربیات مهندسیتون رو بنویسیدم یه جلسه کامل بودش که مهندس بلور زحمت کشیدن اینو کامل توضیح دادن بقیه قسمت های دیگه هم هستش انقدر مطلب داره که میتونید کامل همش رو بخونید حتی تاریخ امتحان آزمون ام پی پی برای امسال هم گذاشته شده سوالایی که بعد دوستان پرسیدن خیلی از سوالات اینجا پرسیده شده جواباش هم گذاشته شده به این صفحه حتما مراجعه بکنید خیلی از سوالاتتون رو جواب داده میشه یه قسمت دیگه هم هست توی این همونجوری که میبینید نوار سمت چپ یه قسمتی از گروه تلگرامی داره روی قسمت علامت تلگرام زدم این کانال هایی هستش که فناوران داره مثلا کانال فنی مهندسی این که کانال یعنی شما در حقیقت فقط با خبر میشید اگر که میخواد اینتراکشن انجام بدید در مورد موضوع مختلفی نظری بدید سوالی بپرسید گروه مهندسی و پی و فناورا هست روی هم میتونید کلیک بکنید وارد در حقیقت گروه پی اون بشید سوالی داشتید اونجا مطرح بکنید خیلی از دوستان سوالای قبلتر پرسیدن دیگه خیلی وقتا دیگه نیاز نیستش که چرخ دوباره اختراع بکنید هم سوالای قبلی رو نگاه بکنید میتونید جوابتون رو بگیرید دوستان ام این ستا عزیزی هم که اینجا هستن ما دیگه سوال و جواب بدیم ما انشالله دیگه ساعت 10 دیگه جلسه رو میبنیم پوریا خان عزیز بفهمد شما ساعت رو بعد از سلام خسته نباشید من سلام آه آه آن فقط ویدیو رو روشن میکنم من ونکوورم برنابی ما نیم ساعت برق رفته بنابراین هم الان شرایط تصویر من اینجوری است البته نمیبینید من میگم خب اوکی آره خیلی عجیب غریب آره، ما به, به دو بعد روی کلا بی سی هایدرو هم چک کردیم تا هفت فعلا برق نداریم یه منطقه وسیع از ونکوور حالا به چلد. بنابراین اینترنت منم فعلا رو ختمه و ممکنه لحظه قطع بشه شما به بزرگواریتون ببخشید من چون بخشی از بخش اول جلسه رو میس کردم ممکنه این سوال من قسمت اولش جواب داده شده باشه ولی میگم چون یه دو سه تا زنجیره وارد سوال دارم که اینا به هم ممکنه متصل باشه و جوابشو بگیرم یک این بحث به عنوان یه آدمی که من پی آر نیستم الان بر اساس اوپن ورک پرمیت هستم اصولا اون شرطی که ما به دفعات میشتویم برای بحث پی انج پی آر کماکان به عنوان یه شرط لازم و کافی هست یا نه نبوده و نیست من معذرت میخوام من یه ورکشاپی اخیرا شرکت کردم با یک اونم متاسفانه حالا خیلی کوتاه بود نماینده ای جی بی سی بود و مشخصا بخش اولش این بود که باید پیار بشید اینو میخواستم بگه. چه کنم به این جهت که منم برام اینقدر عجیب بود این اگر که دیدی توی اوستان اصطان... اصطان... اگر که من که اینو دارم بهتون میگم تو بسیار از استادا نیست اگر که میرید تو استان شما هست تو استان اقدام نکن شما, و... شما ورک بروید اگر داری تو جای دیگه اقدام میکنید حتی فقط برای اینکه بگم, ب... بگم که بدونی که شرطش نیست خیلی دوستان از ایران اقدام میکنه اصلا دارن میان هنوز از ایران اقدام میکنن و زودتر تازه خیلیشون مدارکشون میفرستن م... ام... کورس هم بهشون میخوره خیلیشون از تو ایران اصلا امتحاناشون هم میدن و میان من میخواستم بدونی که ام... این نکته همین است من میونه کلماتونم قد بکنم این هاشو. یکی از بحث های سانوی این موضوع این است که شما لطف میکنید دوستان دیگه یعنی هم هستن منابعی حالا مختلفی هست ولی یه مقدار زیادی حالا کار با کل سطح کانادا هم ندارم همین استان ما تعدد و تضاد اطلاعات باعث شده بیشتر برای من نوعی کلان الان بودن یک سال اومدم و از اون اولش هم تصمیم داشتم اتفاقا یک دو نوبت هم مفصل با خود شما پارسال تلفنی صحبت کردم حالا مشغل زیاد احتمال خاطرتون نیاد این بحث رو داشتیم که آقا جایی به صورت مشخص به غیر از خود فرزن در مورد استان من ای جی بی سی جایی وجود داره به عنوان یه بانک که آدم وقتی رو اونجا مطرح میکنه جوابها هم اونجا بتونه داشته باشه که عملا این تکرر رو ایجاد نشه برای من که خب هر دفعه سوال تو کامل چیز شده دیگه توضیحاتش یه ذره تو سایت سعی میکنه چون زمانمون خیلی کمه سوال کار, بعدی خ... فقط کار... که من قسمت نه یه کاری که باید بکنی اینه یه ایمیل بزن به همه اداره استانیتون کلیه رو واضح ازش بپرس ازت بهش ازت جواب بگیر آیا من با, با اوپن ورک می میتوانم اقدام بکنم اون باید بگه بلی یا نه اگه گفت نه اشکال نداره که این همه استانی دیگه توی یه جای دیگه اقدام کن با. حالا بارو سال دوبار جونم سال دوم تو دو خب من اینترنتم هم اصلا پرید صحبت شما نشتم قسمت سوال دوم این است آیا این هم ممکنه تو صحبت های شما آقا بابک با انجام داده باشن توی ظاهرا بریک داونی داره یعنی مثلا میگم اگه بخوایم تشبیه کنیم تد... زیر شاخه ها و گرایش هایی که ما در نظام مهندسی داشتیم من الان مشخصا برای دیزاین نمیخوام اقدام کنم من عمده سوابق کاری منحصرا روی اجرا و منیجمنت بوده اصلا آیا... دو پس اصلا نرو سمتش برو سمت پی ام اوکی Anderson. اصلا اصلا دنبال پینج نرو همین اصلا به می میزان انرژی و هزینه و وقتی که میخوام در. بذارم برای این داستان آیدی که در انتها میخوام داشته باشم چه به مالی چه به لازم کردیت شخصیتی و حرفه‌ای میتونم با پی ام پی به طور مشخص به عنوان گزینه دیگه ای تامینش بکنم یا اینو به باونه... عنوان اصلا به درد شما نمیخوره شما به عنوان یک دقیقت کسی که توی کارگاه آدم کارگاهی هستی و میخوای مدیر پروژه بشی خیلی دقیقا. بهتره اگه بک‌گراندت هم سیویله درسته دقیقا سیویل اوکی پس اگه که هستش من من به توصیهم اینه یک حتما رو زبان انگلیسی کار بکن چون تو محیط کارگاهی خیلی کارگرای حفا اگه انگلیسی خوب نباشه دستت بین نزن. این اکثر چیزی که من دیدم مشکلی که مدیرای پروژه ایرانی بهش خیلی برمیخورن نکته دوم این که حتما پی ام پی تو بگیر که با شرایط مدیریت پروژه توی کانادا آشنا باشی اگر که دوست داشته باشی یا تو قسمت کوالیتی یا تو قسمت استیمیشن هم میتونید به عنوان پروفشنال استیمیتور هم بشید که داون در رود ان بتونید گلد سیل بگیرید یعنی کامبینیشن پی ام پی و گلد سیل بهترین کامبینیشن واسه مدیرای پروژه است برای بچه که دلست. مهندس هستن پی ان PMP معمولا میگیرن رو متوجه شدم دیدم تو سیستم شرکت شما برای اون دوتا بحث پروفشنال استیمیتور و بازرسی اینسپکشن که گفتید اون رو هم بعد مدارج خاصی سازمان خاصی یا مراحلی رو بعد مشخصا برن پروفشنال دا... استیمیتور که در حقیقت میتونید سرچ بکنید توی بی سی دقیقاً جایی هستن که اینو پروواید میکنن برای اینکه بله. بخوام اگه که تونستی تو گروه تلگرامی حالا پی ان بپرس من برات لینکش رو دوباره میفرستم اونی هم که عرض کردم اسمش هست گلد سیل هیچ چیزی به نام اینسپکتور نگفتم گلد سیل در حقیقت انتهای مسیر اون وقتی پروفشنال استیمیتور میشی میتونی بعدا تبدیلش کنی به گلد سیل یه جلسه هم هست آقای کروش جهان بیگلری عزیز ام، اومدن تو یوتیوب ب... فناورا هست در مورد گلسیل صحبت کردن اونا حتما توصیه میکنن یه نگاهی بکنی خیلی کمکت میکنه که بدونی به عنوان یه مدیر کارگاه یا مدیر پروژه کدوم قسمت ها رو بخونی بهتر کمکت بکنه. بسیار عالی خیلی متشکرم خیلی ممنونم ارگون شاهنشاه موفق باشه سامان خانم خواهش کنم سامان خانم سوالی دیگه بله ببخشید من یه سوال دیگه هم داشتم بچه‌های معماری جز پی او نمیشن دیگه درسته نه درسته؟ پی... ب... آرکیتکت ها مهندس حساب نمیشن باید برن جز اسوسییشن های آرکیتکتی بعد فقط یه سوال دیگه شما الان میتونید دوباره اون صفحه وبسایتتون رو یه لحظه شیر کنین بله نه الان امکانش هست همون قسمت هم قسمت انجینیرش بفهم نه قسمت انجیه شو میشه لطفا به حالا من تا این میاد بالا در تکمیل صحبت های شما من زمانی که واسه ای آیتی ای ساسکاچوان اقدام کردم حتی نامینیشن استانی ساسکاچوان هم نداشتم یعنی اول اپکز اوکی شدم بعدش پیارم گرفتم اوکی. شما دقیقا درست مرمودی بعضی ای استان اینجوری اصلا چیزی نمیخوان ببخشی میشه بیاریم پایین این صفحه رو کجا شد یه یک کمی یک کمی دیگه یکم بیشتر یه لحظه بیا بیا هنوز پایین تا پایین بله بله پایین تا هاشو سیت نه نه میخوان من شیر کنم اشکال نه من میشه بگی کنم. نه ها میخوان سایدار. من جمله شو بخونم ببخشید اون قسمتی که ارسال مدارک تحصیلی برای این کار دو وجود دارد اون قسمت اوکی اینه الان همینجاست که من الان دارم صفحه من رو میبینید بله من صفحه تو آها اینجا اینجایی که انگلیسی نوشته Please note اوکی. Okay. that PO only accept trans... translation done by a certified trans... translator of ATIO or by a Canadian PNG fluent in both language من منظورم اون موقع که ازتون سوال پرسیدم همین بود این ایراد به مدارک من گرفته بودن این منظورشون از این شما دو تا حالت داره که مدارکتون رو بتوید بفرستید واسه در حقیقت پی او. داره بهتون میگه میگه یا اینکه یه دونه مترجم رسمی که تو خود کانادا هستش مدارکتون رو واسه تون در حقیقت امضا کرده باشه یا اینکه یه دونه پی انج از توی ایران مثلا ترجمه کردی میارید اینجا یه پی انج پاش مهر امضا میکنه میگه این ترجمه ها درست آه پس ترجمه ایرانمون رو باید یه پی حتما امضا کنه ما رو امضا کنه تا اوکی بدن یه این همون کاریه که فناوران ما تو فناورا انجام میدیم اگر آها. که عضو فناوران بودید میتونید در ما بفرستید با براتون برای اعضا رایگان انجام میدیم مرسی ممنون خواهش میکنم سلامت بشید سوال... دوستان اگر که سوال دیگه هستش بگید اگر نه دیگه جز خیلی طولانی شده خدا بسید کنم جون دیگه چون با آخرین سوال دیگه. خیلی ممنون خوش با. واقعا خیلی مفی بود کلی اطلاعات گرفتم دست شما هم درد نکنه فقط من یه سوال داشتم تو این فرمای در واقع سوابق کار یه فرم هم هست ریفری اکسپریانس ریفری لیست ری درسته خواستم بدارم این افراد چه کسی هستن، من اسم چه کسایی با تو این لیست وارد بکنم ریفرال ها کسی هستن که باشون کار کردید یا مدیرت بوده حتی همکارت میتونه باشه ولی کسی باید باشه که وقتی باشون چک میکنن اولا مطمئن باشه که تو رو میشناسن یه موقع مثلا کسی ندید که مثلا سه لفل بالاتر از اونجا سی شرکت اینکه خوب بگن این کاری که کردی و تایید کنن ترجیحن هم یعنی یکیش که حتما باید کانادا باشه اگر کسی نهایی هایی که دوتش هم میتونن از ایران باشن ولی ممکنه تماس بگیرن زنگ بزنن ولی با... بعد زبانشون خوب باشن باید در دسترس هم باشن چون یه خورده الان ارتباط با ایران سخت شده دیگه حتی هم شماره موبایلشون رو بزنین بعضی ما تو ایران شماره شرکت رو شرکت دایرکتری وست میشه بعضی اون هم یکی دوار کند میشه یعنی استاپش نمیکنن ولی بجه کسی باشه که راحت در دستش باشه و کانفرم کنه چیزی که شما نوشین تو من مثلا میتونم از افراد شرکت که الان دارم کار میکنم باشن هر س... مثلا هر سه نفرشون هر سه نفر از, از شرکت ولی خب باید یه رابطه کاری هم باشه دیگه تو دپارتمان شما یا بالاخره مدیرم هستم مدیر من... رئیس شرکت مدیر هم من طرف شدید. یه جمعه مثلا پنج سال توی شرکت کار اینجا کار نکرده همه رفرنساش همون شرکت مشکل نه آه. چون من دوازده سالم ایران بوده اینجا تازه سه هفته از بار شروع کار کردم حتما باید از اون شرکت که تو ایران هم کار کردم کسی رو معرفی بکنم نه لزوما ولی خب حالا اگر اینجا اینا بعد نیست یه نفر از اونجا باشه بجا اینکه سه ماه اینجا مثلا سه نفر رو بگیم شما به هر حال علی تو محیط کاریتون با یه مهندسی کار کردید دیگه خیلی از اون مهندسایی که تو اون شرکت قبلی تو ایران کار کردید خیلیشون میرید تو آمریکا کانادا درسته حالا قدیما با همدیگه همکار بودید هر کسی که بتونه به شما رفرنسی بده که شما به عنوان مهندس تو محیط کاریتون چه جور آدمی هستید هر کسی میخواد باشه یه مهندس باشه بسیار متشکرم بسیار خوب دوستان شب و روزتون خوش امیدوارم که خوب باشید اگر که بازم سوالی داشتید موضوعی بودش که اینجا کاور نشده بودش حتما تو گروه پی ان بنویسید ببخشیدم جلسه طولانی شد من فکر میکرم یک ساعته بتونیم جمعش کنیم ولی خب دیگه نشد مهندس بابایی عزیز خیلی خیلی ممنون دوستان شب روزتون خوش ان که خوب و خوش باشید موفق و معید باشید خدا به